با سلام مجدد خدمت شما مربیان و هنرآموزان عزیز، ما دیگه شما را الان به عنوان مربی میشناسیم چون شما تصمیم قاطعی گرفتید که درس بدید. در این ویدیو ما در مورد روش تدریس و به اصطلاح کتاب ها و جزواتی که برای روش تدریس ما استفاده میکنیم صحبت میکنیم. خب هنرجویی که از ابتدا اومده باید با خط نوت آشنا بشه، چون شما نمیتونید کتاب رو بگذارید جلوش بگید این مثلا این نوت ها رو بزن. بعد اول بهش این نوت ها، این خطوط و به اصطلاح زبان موسیقی رو معرفی کنید. یه جزوه‌ای من آماده کردم، عنوانش هست تئوری پارسی، که این انشالله تا چند وقت دیگه به صورت سراسری در کشور توضیح میشه. در تئوری پارسی ما اومدیم و در مورد صدا، که اصلا صدا از چی به وجود میاد، صداهای موسیقایی، غیر موسیقایی، بعد ویژگی های صدا و این نکات رو توضیح دادیم. بعد اومدیم یه سری تئوری های تخصصی ساز پیانو و ارگ رو گفتیم، مثلا روی ساز ما که ساز شستی داره کلاویه ها نامشون چیه، صداهاشون به چه صورت هست، نامگذاری حالا هجایی، نامگذاری الفبایی، بعد طریقه شناخت این کلاویه ها که مثلا هنر رو بدون این شستی سل هست، این شستی فا هست، این ره هست، اینا را روش داریم براش. و میرسه دیگه به پنج خط هامه، نوت ها را روی پنج خط کامل توضیح دادیم با انواع شکل های مختلف، یعنی روش های مختلف که هنر رو بتونه از روی این روش ها نوت ها را روی خطوط هامه حفظ کنه. جای اکتاواش رو دقیقا توضیح دادیم که هر نوتی در چه اکتاوی قرار داره. تمرین دادیم که شما در طی اون 3 هفته ابتدایی که دارید به هنرجو تئوری درس میدید، باز هنرجوتون خسته نشه. هر هفته یه مقداری که بهش درس میدید تمرین هم داره که بره رو ساز خودش انجام بده. این باعث میشه که اون حس علاقه و ذوقی هم که نسبت به سازش در همون روزهای ابتدایی داره سرکوب نشه. با ساز هم همراهه، یعنی شما در حین تئوری که تدریس میکنید بهش میگید برو با سازت هم کار کن و تمرین ها رو انجام بده. بعدم در مورد قسمت دیرند یا کشش باز تمرین داره و تا انتها. حالا برای اینکه بدونیم این جزء برای ما چه جوری در 3 جلسه کار کنیم، البته من اینو بگم اگر 3 جلسه شما 4 یا 5 جلسه هم بشه هیچ ایرادی نداره، چون تمرین داره و همراه با نوازندگی با ساز هست اون هرجتون خسته نمیشه. منتها من این تئوری پارسی رو که اون آموزش ابتداییه، یعنی از قدم 0 هنرجو هیچی نمیدونه، شما میخواید ببرید برسونیدش به مرز اینکه صفحه اول کتاب بیقه پارسی رو بتونه نوتاشو بخونه و بزنه. ما منظورمون از تئوری در ابتدای کار همینه که هنرجو بتونه این درس اول رو بفهمه و اجرا کنه. برای اینکه شما با تئوری و روش تایم بندی و آموزش تئوری هم آشنا بشید، یه دیویدی تصویری داریم. من اینجا به 2 تا هنرجو که توی کلاس حضور داشتن شروع کردم به درس دادن و زمان این دیویدی دقیقا 93 دقیقه هست. یعنی اگر کلاس های شما نیم ساعتی باشه شما میتونید در طی 3 تا نیم ساعت و یا حدودا اگر میگم 4 جلسه یا 5 جلسه بشه، در طی 4-5 جلسه میتونید به هنرجوتون تئوری موسیقی رو یاد بدید. و دقیقا با دیدن این ویدیو شما متوجه میشید که توی هر جلسه چه مطالب رو بگید و جلسات آموزشتون رو تنظیم کنید و نظمش رو مشخص کنید. با ما باشید با ویدیوهای بعدی.